اولین چیزی که به طور اندیشگی منو جذب تئاتر کرد نظرات برشت بود و اون موقع این در من جا افتاد که در تئاتر مهمترین مسئله آدم انسانه و بازیگر باید خود و دیگران رو بشناسه. این حرف برشته ها. از اون موقع سعی کردم این الگو باشه برام. من از خیلی کوچکی، کودکی در واقع وارد این عرصه شدم، اونم به خاطر اینکه به هر حال تو خانوادمون وجود داشته این چیز و مثلا عموی من مدیر داخلی تئاتر سعدی بود که مرحوم نوشین اونجا کار میکرد، در نتیجه یه نوع شیفتگی داشتم همیشه به تئاتر و توی کودکی وقتی تئاترها رو میدیدم اون نورها، دکورها، اون موها عظیمتر اجرا میشد، این شیفتگی رو زیاد کرد، طوری که من از یادمه دبستان می‌رفتم هر دوشنبه یا چهارشنبه یکی از این دو روز در مدرسه همون مدرسه پیشداد زیر بازارچه قنات‌آباد سیاه‌بازی می‌ذاشیم و من نقش سیاه‌بازی می‌کردم، کوچیکم بودم ولی خب و نمایشای سیاه‌بازی هم می‌رفتم می‌دیدم تقلید می‌کردم البته و این بود تو من تا بعدها که اومدیم دبیرستان و باز هم ادامه دادیم، اما کار حرفه من در واقع از سال 1343 شروع شد و بعدم 1344 که دانشکده هنرهای زیبا رشته تئاتر باز کرد من رفتم اونجا. خورشت بادمجون داشتیم خوب بودا، عالیه. امشب دوتایی درست چه بکودی میام رنداتی تو مرده کشه. آی حاتفی، شما گستره فعالیت نمایشیتون خیلی زیاد هست، از تئاتر شروع میشه در سینما ادامه پیدا میکنه، در تلویزیون ادامه پیدا میکنه، سریال، فیلم سینمایی، تئاتر و صحنه. چطور میتونین همه اینها رو با هم تطبیق بدین و این شخصیت رو، این کاراکتر رو منطبق کنیم با اون ژانری که داریم باش کار میکنیم؟ فکر میکنم یه سویچی اونجا هست که دکمه رو که میزنم تئاتر تبدیل به سینما میشه یا سینما. ولی از نظر من ببینید وقتی آدم با نقشش زندگی کنه، من نه زندگی به مفهوم استانیسلاوسکی، به مفهوم برشتی، یعنی فاصله رو هم حفظ کنه، همیشه خودش رو ببینه با اون نگاه سوم، چشم سوم، خیلی راحت میتونه چیز کنه دیگه. الان رو صحنه هم پس احتیاج به حرکات درشت‌تر دارم، حالا تو سینما نه، اصلا به اون حرکات نیازی نیست و یه اشاره کوچولو میتونه منتقل کنه و همینطور روی تون صدا، حالا توی تئاتر هم باید صدا هم برسونم، حالا تو سینما هم نیازی نیست. این یه سویچ خیلی راحت خودش عوض میشه. شما در ایران که کار میکردین، شاید در اون اوایل، در اوایل دهه 90 میلادی یا در اواخر دهه 80، جز معدود هنرمندان تئاتر بودین که تئاتراتون به خارج از کشور هم رفت، در آلمان و در فرانسه و در انگلیس هم اجرا داشتین، ولی در نهایت در ایران نموندین و از ایران اومدین بیرون. ببینید تو ایران من با همکاری دوستان گروه تئاتر ملی ایران رو درست کردیم، تأسیس کردیم که نمایشای ملی کار بکنیم. اولین کارمون هم در اون گروه نمایش سوگ سیاوش بود. سوگ سیاوش رو شاید من 2 سال میرفتم فرانسه، میومدم و چون هیچ گروه تئاتری بعد از انقلاب یا واقعه یا هر چی اسمشو بذاریم بیرون نرفته بود. 2 سال من اونجا رفتم با همکاری دوستانم، فامیل، بستگان که فرانسه هم نمیدونستم، حتی ما به وزارت فرهنگ اونجا رفتیم، به تئاتراش رفتیم، اینا آخر به این نتیجه رسیدیم که یک تئاتر اجاره بکنیم و بریم اجرا بکنیم.
اون موقع علی منتظری بود توی چیز مرکز هنرهای نمایشی، اونم حمایت میکرد. شاید این اولین نمایشی بود که از ایران میومد بیرون و ایرانی‌های خارج از کشور وقتی میدیدن یه نوع نوستالژی براشون داشت. من یادمه که در اجرای پاریس بسیاری از مبارزین علیه حکومت اپوزیسیون بودن، کارمندان سفارت ایران در فرانسه بودن، چادریان بودن، بی‌حجاب و تیمسارهای دوره رژیم قدیم هم بودن و همه با هم گریه میکردن، همه با هم میخندیدن و همه هم با هم آخر تشویق کردن که اونجا یکی اومد رو صحنه گفت ما امشب فهمیدیم که وحدت ملی یعنی چی، ما چطور میتونیم. خب این اجرا شد ولی بعد رفتار کردن با ما دیگه، یعنی من دیگه بعد شهر کاری میکردم که یه تئاتر اجرا کنم نمیشد، در نتیجه رفتم تلویزیون. در تلویزیون هم خب میدونید دیگه اون وقت محدودیت ها از اون سال ها هم که بیشتر و بیشتر میشد. در نتیجه کار اول که من تلویزیون کردم یک داستانی سریالی نوشته بودم راجع به شمس و مولانا که اون رو اجرا کردیم، منتها تو همون کار تحمیلات شروع شد که چرا شمس نماز نمیخونه، چرا فلان چرا بیساره. و کار به جایی رسید که من هر چی می‌نوشتم می‌دیدم راحت میشه. حتی یک بار اومدم یک قصه رو یه اسم فرانسوی گذاشتم روش، نویسنده فرانسوی، ترجمه همسرم، فوری قبول شد. به اسم خودم اگه میرفت چیز نه. طوری شد که من برای ادامه زندگی عادی، گذران زندگی، مجبور شدم فقط بازیگری کنم. یعنی البته از نظر مالی درآمدش برای من خیلی خوب بود ولی اقنام نمیکرد، ارزام نمیکرد. و بعد مگه قرار آدم بیاد فقط یه کاری که دوست نداره بکنه برای زندگی؟ این بود که تصمیم گرفتیم بیم این برو. از هنر چطور میشه استفاده کرد که این وحدت ملی رو اصلا تبدیلش کرد به وحدت جهانی؟ ببینید من اول صحبت عرض کردم به شما، از نظر من تئاتر مسئله، تئاتر مسئله آدمه، مسئله هستی و جهان هم مسئله آدمه. اگر به آدم به عنوان سوای وابستگی هاش، سوای اینکه حالا چپ راست یا غیر اینا، اونجوری که در حقوق بشر گفته میشه، زندگی مادی بشر این به آدم چیز پرداخته بشه و خیلی مسائل حل میشه. یعنی ببینید، و یک چیز دیگه هم که هست نزدیکی فرهنگ ملل به هم. من بارها گفتم که اون موقعی که در ایران بودم که صحبت که میشد گفتم راه ورود ما به تئاتر جهانی با تئاتر ملی مونه و تکیه به تئاتر ملی مونه، با شکل های نمایش ایرانیه. وگرده فرض کنید من کار آرتور میلر رو، حادثه درویشی رو، یا چنان جادوگران شهر سیلم رو بخوام کار کنم ببرم خارج، خب اونجا که بهتر کار میکنن که. اما من اینجا میتونم این داستانی که در صدید دین اوفی هست و طرح قصهش مثل حادثه درویشی هست کار بکنم، با شکل نمایش ایرانی برم، اون وقت برای اونو جذابه و میبینن ای این اثر خودشون هم دارن در نمایش آرتور میلر نوشته و این وحدت ایجاد میکنه که یک انسان شرقی هم همین مسائل رو داره، منتها با زبان دیگه، با شکل دیگه، و انسان غربی هم با شکل و زبان دیگه. اینا میتونن، اصلا جنگی نیست بین اینا. و اینجوری به هنر، زبان هنر چون یک زبان تلطیف شده است بیشتر انسانیه، بیشتر عاطفیه، در نتیجه بیشتر اثرگذاره فکر میکنم. به طور کلی در کارهای شما
چقدر به نقش زن پرداخته شده و خودتون به شخصه چقدر اهمیت میدین به این موضوع؟ خب ببینید خیلی مهم آخه نقش زن، یعنی اگر زن نباشه من شما میشیم نیستیم اصلا. این من نمیدونم این فرهنگ هایی که در میاد، خورده فرهنگ هایی که در میاد و این محدودیت هایی که ایجاد میشه از کدوم توبره در اومده من نمیدونم، اما واقعیت اینه که بدون وجود زن دنیا اصلا دنیایی نمیتونه باشه. این یک. و بعد زن ها خیلی نقش دارن در گسترش فرهنگ، گسترش ادبیات، گسترش موسیقی. این نقش ها با این که شما به ایران همین امروز نگاه کنید با تمام این محدودیت ها زن ها پیش رو هن. خب چطور میشه بهشون نپرداخت؟ من البته توی همین دندان گراز که قبل براتون مثال زدم، نویسنده ماشالله یک زن هست که داستان ویران شدن باغچه خونش به وسیله دندان گراز رو قصه کرده داده این مرشد اجرا بکنه. توی سوگ سیاوش مادر و عروسی هستن که دنبال سیاوش گم شده شون هستن. این سیاوش معلوم نیست کجا رفته، گرفته شده، تو چپه کشته شده، تو زندان از بین رفته. توی مثل سیاوش شاهنامه در غربت سرش بریده شده، چی شده؟ یعنی این در ایهام گذاشته میشه و هر کسی تو نمایش دنبال سیاوش خودش. ولی خب مادر و عروس هستن که قصه رو جلو بره. مادر در جستجونه و تعریف میکنه این ماجرا رو. یا در باز در همون دندان گراز مسئله منیژه است، عشق منیژه است و بعد دختری که الان پشت کرده به تمام رفاهش تو دربار و پدر و افراسیاب و اینا و پای برهنه سر شاه بیژنه و اینا. به هر حال ما نمیدونم چیز نیست که فکر میکنم هیچ که مجبور نیست این کار رو بکنه، ولی وظیفه‌ش نمیدونم در نهاد آدمی باید باشه، در وجود و بطنش باید باشه که آقا من از یک زن متولد شدم و مدیونم بهش. تئاتر کار کردن در ایران اگر بخواین مقایسه کنیم با کار کردن تئاتر، حالا به ویژه تئاتر ایرانی در خارج از ایران، چه مزایایی داره یا چه کمبودهایی داره نسبت به هم دیگه؟ چطور مقایسه میکنید دو موقعیت رو هم؟ در ایران فعلی خیلی آدم بیشتر دچار محدودیته. البته ببینید من کار رو وقتی شروع کردم، کار تئاتر رو در رژیم سابق بود که شروع کردم، خب خیلی دست باز بود. یعنی حالا به خلاف تمام شایعاتی که میگن فلان بود و اینا، ولی واقعا کاری به تئاتر نداشتن مگر اینکه یه تئاتر تبدیل به یه دموستراسیون میشد، مثل مثلا کار آموزگاران که بعد دانشجو، اونم به خاطر اینکه دانشجو بعد از دیدن اومدن تو خیابون تظاهرات کردن و گردن، تئاتر داشت برای خودش اجرا میشد. برای رحمانی نژاد. بله. در حالی که من مثلا قضیه زیر بوتر رو اجرا کردم که الان اصلا نمیشه طرفش رفت. الان البته اینش میخوام اجرا کنم. یه قصه مال صادق هدایته و از دور دست تاریخ شروع میکنه، میاد ظهور فاشیسم هم توش میبینیم اگر که با نگاه تئاتری بهش نگاه کنیم. برحال ما داستان ها و متون بسیار غنی داریم که میتونیم روش کار بکنیم، کم کار شده رو زمینه متون ایرانی و تبدیل اونها به نمایش بر اساس فرم های ایرانی متاسفانه کم کار شده و حالا اینا جای کار داره. ولی به طور کلی در تئاتر ایران علاوه بر این محدودیت هایی که وجود داره، آیا هیچ مزایایی هم وجود داره؟ بله ببینید در ایران اولا ما تماشاچی فراوان داریم. تماشاچی حرف اول رو میزنه توی تئاتر، برای اینکه تئاتر بدون تماشاچی مفهوم نداره. خب ما یک تئاتری که در ایران اجرا میکردیم، اگر سه ماه هم اجرا میکردیم هر سه ماه سالن پر میرفت. اینجا شما میاد ببینید برای یک شب اجرا هم بایستی هی به این تلفن کنی، به اون ایمیل بزنی، به فلان آقا فلان. و دوستانی که کمک میکنن با آدم که کار بکنه واقعا تلاش میکنن تا یه سالن رو پر کنن. و بعد اینجا زیاد مسئله شون نیست به ویژه تماشاچی ایرانی. مثلا فرض کنید تو پاریس برای تماشاچی پاریسی تئاتر خیلی مسئله است و
ایرانی‌هایی هم که اونجا هستن دارای این فرهنگ شدن. امریکا اینجور نیست زیاد. باید جا بیفته که آقا تئاتر میتونه باهات رابطه برقرار کنه و حرف داره، حرف تو رو داره. تو میتونی ازش لذت ببری. و البته که لذت بردن از یه کار نمایشی باز حرف اول رو میزنه. یعنی نمایش چیز نیست مثل یه کتاب فلسفی شما بشینی فکر کنی اینا. نه. باید لذت ببری. اون وقت تو لذت بگی اونجا منظورش این بودا. اون وقت جا میفته. اون وقت درست میشه.